زنی که بعد از یه رابطه به تخت بسته میمونه و مجبور بدترین لحظه های زندگیشو سپری کنه. گلاسیا سلام. امروز مریم فیلم جرالدز گیم یا بازی جرالد رو ببینیم که یکی از فیلم های خوب نتفلیکسه و خب معنا و مفهوم خاصی هم پشتش که مثل بقیه فیلم های کاناله. یه اشتباهی در مورد برداشت این فیلم هست که خب خیلی ها فمینیستی میبیننش، ولی من آخر فیلم میخوام ثابت کنم که خیلی محتوای مهمتری پشتشه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم یه مردی به اسم جرالد رو میبینیم که داره با همسرش جس به سفری میره. یه کلبه خارج از شهر دارن که میخوان برن اونجا برای عشق و حال، و وقتی که نزدیکش میرسن میبینیم که یه سگی وسط خیابونه. جس پیاده میشه و انگار خیلی این سگ خوشش اومده و بعدم بهش یه مقداری غذا میده تا با هم رفیق شن. این وسط جرالد هم رفته توی خونه داخل دستشویی و یه قرص آبی میندازه که خب میدونیم ویاگرا. برای کسایی که نمیدونن هم یه توضیح بدم که این قرص برای حفاری نفته، میزنن بیشتر بزنن. بعدم که میخوان برن داخل خونه میبینیم که در خونه رو باز میذارن. خلاصه که وارد اتاق خواب میشن، جس روی تخت میخوابه و جرالد میگه یه نقشه ای دارن که بیشتر بهمون خوش بگذره. دستبندی میاره و دست جس رو به تخت میبنده. یکم برای جس عجیبه، مخصوصا که جرالد میگه من یه فانتزی دارم و دوست دارم که مثلا تظاهر کنی دارم به زور این کارو باهات انجام میدم. البته که جسی اصلا با این فانتزی کنار نمیاد و حتی یه دفعه عصبانی میشه و لب جرالد رو گاز میگیره. این وسط اون دارو هم داره تاثیرشو میذاره و یه دفعه جرالد رفتار عجیبی نشون میده، انگاری قلبش گرفته، رگش باد میکنن و بعد چند لحظه ایست قلبی میکنه و میفته روی جس. جس وحشت داره ولی فکر میکنه که همه اینا جزو شوخی و جزو همون فانتزی هست، برای همین هم هولش میده عقب. اما جرالد که دیگه بدن جونی نداره میفته رو زمین. همچنان جس باور نداره که جدی و فکر میکنه همش مسخره بازی های جرالده، ولی وقتی که از سر این مرد خون میریزه بیرون دیگه میفهمه و کاملا وحشت داره میشه که سر جاش گیر افتاده. همه چی به هم ریخته. ساعت ها گذشته و هنوز کسی نیومده جس رو نجات بده. یه دفعه می صدایی میشنوه و میبینه که سگی که بهش غذا داده بود از در خونه میاد رو، ولی نه برای کمک. میره بالا سر جنازه جرالد و شروع میکنه به خوردن دست اون. جس اول چند بار جیغ میزنه و وقتی سگ نمیترسه موفق میشه کتابی از بالا سرش برداره و طرف اون پرت کنه. سگ میره عقبتر و حالا شروع میکنه به خوردن تیکه گوشی که کنده. همین لحظه یه دفعه جرالد از جاش بلند میشه و جس خیلی میترسه. جرالد میگه همه چیز یه شوخی بود، دیگه چه باحال بود. جس پایین رو نگاه میکنه میبینه همچنان جنازه سر جاشه و خب میفهمه که همه اینا یه توهمن. جرالد میشینه جلوش، شروع به صحبت با هم میکنن. جس تو همین توهمش میگه من این اواخر انگاری خیلی عطر بدن میومد، حس میکردم خیلی با آدمی که میشناختم فرق کردی. وسط بحثشون هم جرالد بهش میگه که تو همیشه آدم ضعیف بودی، چند ساعت اینجا گیر کردی و فقط داری اسم منو صدا میکنی و منتظری از جام بلند شم. همیشه بهم وابسته بودی و تو ابدم همینطوری میمونه. حرف که خیلی رو مخ جسمی رو با عصبانیت فریاد میکشه. موفق میشه دستشو از دستبند بیرون بیاره و چوب تختو بشکنه و جاش بلند میشه. چند لحظه بعد به خودش میاره، میبینه اینم دوباره توهم بوده. بازم جرالد کنار خودش میمونه و همچنان به بحث ادامه میدن. یه دفعه یادش میفته که بالای تخت یه لیوان آب گذاشته بود و خیلی هم تشنشه. با کلی زحمت موفق میشه که لیوانو توی یکی از دستاش بگیره. با دست دیگه‌ش هم موفق میشه یه چیزی شبیه نی درست کنه و مقداری از آب بنوشه. بعدم حال میره و دوباره بیهوش میشه. ساعتی بعد یه دفعه با فریاد سگ از جاش بلند میشه. انگار سگ از چیزی ترسیده و در حال واق واق کردن از اتاق فرار میکنه. حالا نگاه جس به گوشه اتاق میفته و یه چیز خیلی عجیب و وحشتناک میبینه. یه آدم قد بلند که انگاری اونجا وایساده و داره نگاهش میکنه. مرد وحشتناک به طرفش میاد و کیفی که دستشه انگاری چیزهای شبیه استخون بهش نشون میده. جس وحشت داره شروع کنه فریاد زدن که تو واقعی نیستی، این توهمه، تو واقعی نیستی، و چشماشو میبنده. وقتی دوباره بازشون میکنه اون مردم ناپدید شده و خب میفهمه اینم یه توهم بوده. فشار زیادی روی جس و تصمیم میگیره دوباره بخوابه. این بار توی رویاش خاطره ای از بچگی خودشو میبینه. جس همراه پدرش به یه سفر رفتن و کنار دریا وایسادن، داره با دوربینش دوردستو نگاه میکنه. اینجاست که متوجه نگاه های عجیب پدر اون به جس میشه. بعد مدتی پدر بهش گیر میده که روپام بشین، یکم خسته شدی و اینا، و خب جس همین کار رو انجام میده. نگاه پدرم مشخصه که کلن قصدش چیز دیگه ایه. با وحشت از خواب بیدار میشه و حالش یکم بیشتر به هم میریزه، چون جنازه همسرش انگاری داره میپوسه و خب کلی مگس و پشه هم دورو برشتن، در حالی که سگم همون دور وایستده و داره با لذت نگاه میکنه. بازم توهمی از جرالد میزنه و همچنان با همگی دارن بحث میکنن. این بار جرالد بهش میگه که تو با من ازدواج کردی چون ازت بزرگتر بودم، همونطوری که همیشه توی زندگی تنگاری علاقه داشتی که با سن بالاتر از خودت باشی، مثل پدرت. چیزی که خیلی جسو به هم میریزه و خب مشخصه که اون هیچ وقت تمایلی به این قضیه نداشته و پدره ازش سوء استفاده کرده بوده. این وسط نگاهش به یه سری ردپای خونی هم رو زمین میفته که خب خیلی براش عجیبه، یعنی کی اومده بوده اینجا. دوباره میره به همون خاطرات قدیمش، اون لباسی که لب ساحل پوشیده بود و در میاره و انگار ازش متنفر شده، چون لحظه که لب ساحل بود فهمید که پدرش داره چه کاری اون پشت انجام میده. لحظاتی بعد پدر به اتاق میاد و شروع میکنه به تهدید.
میگه اگه به مادرت یا کسی حرفی بزنی خانواده‌مون از هم میپاچه و خب تو همه چی سوء تفاهم برداشت کردی. من اصلا قصد خاصی نداشتم و فکر می‌کنم توی ذهنت چیز اشتباه شکل گرفته. با رفتن پدر با ناراحتی نشسته و یه دفعه زیر پاش نگاه می‌کنه و توی واقعیت هم همین کارو انجام میده. همون مرد قد بلند وحشتناکو می‌بینه که زیر پاشه و داره انگاری کف پاشو لیس می‌زنه. یه لحظه عصبانی میشه و فریاد می‌زنه و می‌بینه یه توهم بوده و همون سگ است که زیر پاشو این کارو داره انجام میده. لگدی بهش می‌زنه و سگ با وحشیگری بهش حمله می‌کنه که گازش بگیره و دوباره همین کارو انجام میده و موفق میشه که اون از خودش دور کنه. تو همین گیرو داره که دوباره جرالد کنار خودش می‌بینه. جرالدی که خب تا الان فهمیدیم فقط ظاهر میشه و بهش ناامیدی تزریق می‌کنه. الان هم بهش میگه هیچ کسی قرار نیست پیدات بکنه، قرار همینجا بمونی، جونتو از دست بدی و کنار من بپوسی. ولی خب انگاری که این زن نمیخواد به همین سادگی دست بکشه. دوباره خوابش میبره و خاطرات گذشتهشو میبینه. انقدر به هم ریخته و عصبانیه که حتی یه بار لیوانو تو دست خودش میشکنه. اونم وقتی میبینه پدر داره مادرش رو میبوسه و دستی رو شکم باردار اون میکشه. به خودش میاد و یه بار دیگه نگاهش به لیوان بالای تخت میفته. تصمیم میگیره که باید هر جوری هست خودش رو نجات بده. لیوانو میندازه پایین و با شیشه شکسته اون موفق میشه که دست خودش رو زخمی بکنه. هدفش هم اینه که با خونی که از دستش میاد دستش رو یه حالت روان کننده بهش بده و بتونه علای دستبند بیرون بکشه. ولی وقتی میخواد این کارو انجام بده خیلی درد زیادی همراهشه، به خاطر اینکه پوست دستش به دستبند گیر میکنه و خب میشه گفت کاملاً وقتی که درش میاره کند نمیشه. حالا با کلی زحمت موفق میشه گوشش رو بیاره سمتش، با همون دستی که فقط گوشش مونده اونو روشن میکنه و میبینه که باتری نداره. دیگه امیدی به هیچ کس نیست. برای همینم هم یه مقدار تخت اونورتر میکشه و با هر زحمتی هست کلیدو برمی‌داره و دست دیگه‌ش هم آزاد میکنه. سریع به سمت سویچ ماشین میره و این وسط یهو میفته و از حال میره. بعد مدلی چشماشو باز میکنه و میبینه سگ بالا سرشه و دوباره داره از همسرش تغذیه میکنه. این بار میبینه چه بلایی سر صورت و بدن همسرش اومده و با عصبانیت سگو کنار میزنه. سویچ ماشین هم برمیداره و به سمت در خروجی راه میفته. متوها اینجاست که میبینه سگ از چیزی وحشت زده میشه و دوباره فرار میکنه. از اتاق که میره بیرون همون مرد قد بلند رو میبینه که یه بار دیگه جلوش وایساده. اینجا جس میفهمه که این قضیه توهم نبوده. به طرف اون میره و میبینه که مرد خیلی آرومه. برای همینم هم حلقه ازدواج خودشو در میاره و به اون میده و مرد نگاهش بهش میفته و لبخندی میزنه. جس هم بدونه که دیگه حرفی بزنه اتاق خارج میشه و سوار ماشین میشه و تا جایی که میتونه از محل فاصله میگیره. اما خب به خاطر خونریزی از حال میره و یه تصرف وحشتناک میکنه. حالا میریم به مدتی بعد. جس توی خونه نشسته و داره متنی رو مینویسه. متنی که انگار یه نامه به خودشه. میگه امشب هم مثل شبهای قبلی دوباره همون کابوس رو دیدم. اون مرد قد بلند زیر پام بود و میومد به طرفم. چشماشم برق میزد. هنوزم نمیدونم اون مرد واقعی بود یا نه. چیز دیگه ای هم میفهمیم. بعد از مرگ همسرش از بیمه پول زیادی گرفته و با اون یه نهادی رو اندازی کرده تا به افرادی که توسط اعضای خانواده مورد سوء استفاده قرار گرفتن کمک بکنه. چند روز دیگه هم گذشته و جس توی روزنامه خبر عجیبی میخونه. عکس همون مرد قد بلنده و نوشته شده که یه آدم خیلی روانی و عوضی که با آدمهای مرده رابطه برقرار میکرده بالاخره دستگیر شده. حالا جس میفهمه که اون مرد واقعی بوده و اصلا هدفش هم این بوده که جس از بین بره و یه بلایی سر بدنش بیاره. پلیس بعد دستگیری این مرد به خونه اون حمله کردن و دیدن که دو تا جنازه اونجاست. جنازه خواهر و شوهر خواهرش که انگاری مثل پدر و مادر از این پسر مراقبت میکردن. ولی خب معلوم نیست چه بلایی سرش میآورن که اونم همچین بلایی سرشون آورده و ولشون کرده. تاریخ دادگاه این مرد رو هم میبینه و تو اولین فرصت تو مکان حاضر میشه. جالبه که این مرد روانی از بعد دستگیری با هیچ کسی صحبت نکرده. ولی وقتی جسو میبینه یه رفعی به راحتی دستبندش رو باز میکنه و سمت اون میاد و میگه تو واقعی نیستی، تو واقعی نیستی، تو وجود نداری. همون چیزهایی که جس وقتی که تو تخت بسته شده بود بهش میگفت. لحظه که پلیسا گرفتنش اون همچنان این جمله ها رو میگه، جس چهره اونو با همسر و پدر خودش هی قاطی میکنه. جس بهش میگه تو از چیزی که من یادم میاد خیلی کوچیکتر و کوتاه‌تری و با لبخندی از دادگاه خارج میشه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. من یه نقدی به بعضی از بیننده های همزبون خودم دارم، چون یه وقتا خیلی فیلم ها رو با دیدگاه بد نگاه میکنید و همینم باز توی کلان یه محتوای دیگه ازش بیرون بکشید. این به نظرم بدترین چیز برای یه بیننده است، به خاطر اینکه کلان نه تنها معنا و مفهوم فیلم رو زیر سوال میبره، بلکه معنا و مفهوم اشتباهی رو به دیگران هم انتقال میده و خب ارزش فیلم کلان پایین میاد. ما توی این فیلم داریم در مورد آسیب دیده ها صحبت میکنیم. یعنی حالا شما فکر کن همین فیلمو میساختن و شخصیت اولش یا همون جس به جای جس یه مرد بود همچین بلایی سرش میومد. اون موقع این برداشت کنار میرفت و خب به نظرم این کاملا اشتباهه. باید همین الانم هم بتونیم اونطوری نگاهش بکنیم. درسته که شخصیت ما جس یه شخصیت مؤنث یه زنه، ولی خب ما میتونیم هر کس رو جای اون بذاریم. همه کسایی هم که جاش قرار بگیرن افرادی هستن که یه جوری توی زندگی مخصوصا طرف خانواده مورد سوء استفاده قرار گرفتن
حالا چه به این شکل، یعنی همون صورت جنسی، یا حالا صورت‌های دیگه. مهم اون اتفاقایی هست که میفته و دیالوگ‌هایی که گفته میشه، مخصوصا دیالوگ آخر فیلم، جایی که جس مقابل اون مرد قبل بلند قرار میگیره و بهش میگه تو خیلی کوتاه‌تر از چیزی هستی که فکرشو میکردم. یعنی شما فکر کن چه مرد چه زن توی زندگیت با یه سری عذاب‌هات بزرگ میشی، بلاهایی که سرت آورن و باعث ترست از دیگران شدن. توی این زمینه فیلم ما جسو داریم که خب به خاطر کاری که پدرش کرده بود انگاری همیشه ترس اینو داشت که قراره یکی بهش آسیب بزنه، مخصوصا همون همسر خودش. و اصلا همون جرالد میگفت تو انگاری تایپ تمشین آدمایی شده به خاطر اینکه انگاری خودت دوست داری، در حالی که جس اصلا همچه علاقه ای نداشت، فقط نمیتونست به یکی از این قضیه متنفره و چقدر داره بهش آسیب میزنه که یه آدم سمبالتر همچین بلایی رو سرش بیاره. و خب اون لحظه آخر انگار این ترس رو بالاخره کنار میذاره و اون مرد قد بلند میبینیم که صورتش هم با پدر یا همسر خودش هی عوض میشه، نماد همون کسایی که بهش آسیب هر رسوندن، و بالاخره روبروش قرار میگیره و حرف خودش رو میزنه، میگه الان که روبروت وایسادم، الان که اون دوران سختم رو گذروندم، تو خیلی کوچیک‌تر از چیزی هست که فکرشو میکردم، تو اصلا در حدی نبودی که اینقدر من کابوس بدی، اینقدر زندگیمو زهر بکنی. چون قبل از این اتفاق میبینیم که جس داره نامه رو مینویسه، انگاری سالهاست که کابوسش همون لحظه شده، لحظه ای که اون مرد قد بلند رو دیده بود. به شکل دیگه ای وقتی که یه بلایی سر یه آدم میاد از نزدیکان خودش، اون مرد قد بلند توی زندگی ظاهر میشه، یعنی انگار اون برای اولین بار میبینه و ممکنه که روزها ماها سالها کابوس شب و روزش بشه. بالاخره وقتی که یه جایی به خودش بیاد و بتونه مقابل اون آسیبه، اون مرد قد بلند وایسه، تازه میفهمه که چقدر زندگی خودش مهمتر بوده، چقدر اتفاقای بهتری میتونسته بیفته اگه یکم زودتر این قضیه رو درک میکرده. میفهمه که چقدر اون طرف کوچیکه، لیاقت این نداره که زندگی تو براش بخوای نابود بکنی. خلاصه که از دیدگاه من، البته خب هر کس دیدگاه خودشو داره، سینما و هنر کلا همینه، تمام آدم ها میتونن برداشت‌های مختلف داشته باشن در حالی که همشون دارن یه فیلم واحد رو تماشا میکنن. به نظرم قشنگی هنر همینه و توی این فیلم هم مشاهده میشه که میبینیم هر کسی یه دیدگاه متفاوت داره. بازم میگم این حرف که الان میخوام بزنم به نظر منه، منم نظرمو همیشه طوری شکل میدم که قبلش میرم 50 تا 60 تا نقد مختلفو میخونم که اگه قراره 1000 نفر 2000 نفر 100000 نفر این ویدیو رو ببینن اون براش درست سر بتونن ازش داشته باشن. به نظر من این فیلم اصلا فمینیستی نیستش و صرفا میخواد در مورد آسیب‌های حرف بزنه که هر انسانی ممکنه توی زندگیش ببینه. اینکه شخصیت اول یه فیلم زن باشه دلیل بر فمینیست بودنش نمیشه و باید اینو از ذهنمون بیرون بکنیم، بتونیم که هر فیلمو بی‌طرفانه تماشا کنیمش. نظرم خیلی هم روی محتوای خودش خوب عمل میکنه و قشنگ ارائهش میده و قشنگ میتونی حس کنی که چقدر ممکنه این آسیب‌هایی که دیگران بهت بزنن راحت تر از چیزی که فکرشو میکنی به فراموشی سپرده بشن. قرار نیست که حتی بدترین چیزها رو از یاد ببری، قرار نیست که بتونی درد اونو کم بکنی و بگی که چقدر اصلا کار کوچیکی با هم کرده، نه، قرار اینه که تو آینده خودت رو به خاطرش خراب نکنی. ممکنه که بدترین اتفاق هم برات افتاده باشه ولی تو هنوز زنده ای، تو هنوز نفس میکشی و به نظرم همینم هم داره بهت میگه که ببین تو هنوز زندگی میتونی بکنی، زندگی تو هنوز ارزش خودشو داره. اگر اتفاق قرار بود فوق العاده افتضاح باشه، تو الان دیگه نفس نمیکشیدی، پس الان که اونطوری نشده ادامه بده، تو میتونی که از همه این سختی ها بگذری. یه نکته دیگه توی فیلم همون سگ است. سگ هم دوباره نمادی همون کسی است که بهت آسیب میزنن و انگاری که فقط به فکر سیر کردن خودشون، به فکر منفعت خودشونن. میبینیم که جس داره نابود میشه، حالش خیلی بده و یه سگ میاد از چیزی که اونجاست یه سودی میبره و از اتاق خارج میشه. برای همینم هستش که به نظرم سگ خیلی نقش مهمی توی فیلم داره ایفا میکنه و قشنگ میتونه اون محتوا رو بکوبه تو صورت بیننده. ببخشید زیاد حرف زدم، خواستم بهتون درست فیلمو انتقال داده باشم. امیدوارم موفق شده باشم تو این زمینه و خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.